دوستان عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون و خوش آمد میگم بهتون که در این روز بارانی تشریف آوردید به جمع ما. ما جلساتمون رو معمولا با یاد طاهره شروع میکنیم که همسر عزیز من بود و امروز درست پنج ماه از درگذشتش میگذره. واقعا به من مثل اینکه 5 سال گذشته. بله، و خیلی خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم. شما با فعالیت‌های همزبان آشنایی دارید و دوستانی هم که احیاناً جدیداً به جمع ما پیوستن همزبان.org رو میتونن چک بکنن. کلیه فعالیت‌ها نوشته شده اونجا. یک سازمان NGO بین‌المللی هست که در کشورهای مختلف فعالیت داره. ما افتخار داریم که همزبان آریزونا رو به هر حال تشکیلاتش رو در اختیار داریم که همین سمینارها رو برگزار می‌کنیم. امروز ما در خدمت خانم جیلای نوشینفر هستیم که ایشون نویسنده، شاعر و محقق هستند و لطف کردن به ما در جمع ما حضور دارن. در مورد رزومه ایشون که البته خب رزومه مفصلیه، من یه مقدار کوتاهیشو برای اینکه باهاشون آشنا بشیم میگم که ایشون در یک خانواده فرهنگی متولد شدن. از اول اهل کتاب بودن، مرتب خانواده توصیه میکردن کتاب بخونن. برای من تعریف میکردن که در سن 7 سالگی 6 سالگی که کلاس اول مدرسه بودن، مادر تازه یاد گرفته بودن ایشون که بنویسن و بخونن. مادر توصیه میکردن که بنویس و ایشون میگفتن من چی بنویسم؟ میگفتن این همه دور و برت مطالب مختلف هست، ببین اینها رو بنویس. و بعد ایشون با این ایده بزرگ میشه و در 9 سالگی اولین شعرش رو میگه و بعد میره به دانشگاه مشهد، در اونجا لیسانسش رو میگیره و در همون دوره نویسندگی رو هم با یکی از اساتید طی میکنن و بعد به تهران میرن، در تهران فوق لیسانس میگیرن و برمیگردن به مشهد، شهر زادگاهشون، و در اونجا در بانک تجارت مشغول به کار میشن و بعد از مدتی اولین بانوی رئیس بانک بودن در شهر مذهبی مشهد، که البته خب این خودش یه عوارض و عواقبی هم براشون داشته. در 2 سال گذشته 2 تا کتابشون در آمریکا چاپ شد که کتاب زن دومه ایشون با 90 صفحه سانسوری که در ایران چاپ شد جزو کتاب‌های پرفروش بود. من این 2 کتاب رو هر 2 رو خوندم. هر 2 کتاب‌های جالبی هست، ولی در رونماییش که من افتخار داشتم صحبتی کردم پارسال، عرض کردم که واقعا احساس میکنم که ایشون در کتاب دوم نسبت به کتاب اول جهش پیدا کردن. یعنی هر 2 کتاب خوبه. یه تعداد محدودی نسخش هم اینجا هست، اگر دوستان خواستن ابتیا بکنن در آخر جلسه خانم نوشینفر براشون امضا میکنن. بله، بعد این اولین کتاب شعرشون هم یک روز ساده بود که چاپ شده بود و راجب کتاب زن دوم گفتم که زن دوم بعدم بدون سانسور در اینجا چاپ شد و بعدم که کتاب دومشون هویت گم شده. به هر حال من خیر مقدم خدمتشون عرض میکنم. البته ایشون اخیراً در 8 شماره اخیر توشه هم مقاله و اشعاری داشتن، مقالات و اشعاری داشتن. من خیر مقدم خدمتشون عرض میکنم و عنوان صحبت ایشون ادبیات ایران بعد از انقلاب هست و به من اجازه میدن که وسطاش من هر موقع قرار بود مطلبی رو عرض بکنم یا خلاصه بیام وسط صحبتشون، قبلا به من اجازه دادم. بفرمایید خانم. با سلام خدمت همه دوستان و خدمت شما. من شرمنده میکنید همیشه با این صحبتاتون و خوشحالم که این فرصت به من داده شده تا بتونم بتونم در خدمت شما و دوستان باشم. واقعا محبت دارید و همینطور یادی میکنم از سرکار خانم دکتر برجیس
پارسال آپریل جشن کتاب من بود و یکی از بهترین روزهای زندگی من و همینطور یکی از بدترین روزهای زندگی من بود. جشن کتاب هویت گم شده بود و قبل از شروع جلسه خانم دکتر به من تبریک گفتند و گفتند که ما چون برنامه‌های همزبان رو سالیانه تنظیم می‌کنیم به همین دلیل امسال رو ما جا نداریم، ولی من دلم میخواد که در سال آینده ما یه برنامه با تو داشته باشیم و متاسفانه دیگه زمان فرصت این رو نداد که من در خدمت ایشون باشم و اون آخرین دیدار من با خانم دکتر بود و بارها اون رو با خودم مرور کردم و واقعا متاسف هستم از اینی که ما رو ترک کردن گرچه به جای بهتری رفتن. و امروز دقیقا 19 هست، 5 ماه از دیار ایشون به از کوچه ایشون به برحال سرزمین عشق میگذره و واقعا تنها جمله‌ای که برای ایشون میشه مطرح کرد این هست که آدم‌های بزرگ اندازه‌شون، قامتشون بزرگتر از طول زندگیشون هست و طول زندگیشون اونقدر نیست که بتونه واقعا بزرگی و اهمیت اونها رو نشون بده. خانم دکتر از اون جمله افرادی هستند که در حقیقت به نظر من مرگ ایشون رو تمام نکرده و نخواهد کرد و همونطور که در تمام زندگیشون ایشون هدفمند حرکت کردن، حداقل ما میتونیم با پیگیری اهداف ایشون یاد خاطرهشون و ارزشهاشون رو برای خودمون و برای نسلهای باقی و بقیه دوران زندگی رو نگه داریم و به ودیعه بذاریم. از شما ممنونم جناب آقای میساقی. ادبیات در ایران یک ریشه بسیار کهن داره، چون ایران فرهنگ غنی داره و به نظر شخص من تمام این مطالبی که در اینجا گفته میشه، من باید اینو اضافه کنم که اینها نظریات شخصی من هست، چون ادبیات ایران بعد از انقلاب اسلامی در هیچ کجا هیچ تحلیلی نداشته و شاید این اولین تحلیلی هست که روی این ادبیات انجام میشه. عوامل متعددی باعث شدن که همونطور که فرهنگ جامعه ما دستخوش یک سری تغییرات شده، ادبیات ما هم ناشی از اون مسائل اجتماعی متغیر بشن. من ادبیات رو به دو دسته شعر و نثر تقسیم کردم که چون خیلی بحث گسترده میشد، امروز در اینجا ما فقط راجع به نثر حرف میزنیم و انشالله اگر فرصت دیگری باقی موند در جلسه دیگری در مورد شعر هم ما صحبت خواهیم کرد. نثر رو من به چند بخش رمان، داستان کوتاه و فیلمنامه نویسی تقسیم می کنم. البته از سال 1357 شمسی تا الان در طی این چند ساله که گذشته، ما موج‌های متعددی رو در ادبیات ایران داشتیم، اما ما نمیتونیم مثل کارهای مهندسی یک خط بکشیم با خطکش و بگیم از این سال تا این سال دقیقاً این بوده، از این سال تا این سال دقیقاً این بوده، چون همه برمیگرده به تحولاتی که به صورت نسبی و مقطعی در ایران به وجود اومده و بعد بازتاب اون در بعضی از قسمت‌های جامعه شدیدتر بوده، در بعضی از قسمت‌ها کمرنگ‌تر. و اساساً با گذشت یک مقطع زمانی هم اینجوری نیست که ما بگیم یک فصل تمام شده. به عنوان مثال در ادبیات جهانی ما کلاسیک و ایدئالیست، رمان و غیره رو داریم. ما نمیتونیم الان بگیم هیچ کس دیگه به سبک کلاسیک نمی نویسه یا هیچ کس ایدئالیست نمی نویسه و همه نویسنده های الان سورئال می نویسن، چون این مرزبندی به این صورت وجود نداره. ولی از یک تاریخی شروع یک حرکتی هست
و ما اشاره میکنیم در اون شروع حرکت هایی که سبک های جدید رو در ادبیات ایران به وجود آورده. و همینطور هم که گفتم مسائل اجتماعی شدیداً روی نحوه رفتار، افکار و واکنش های مردم به طرق مختلف تأثیر داره و رفتارهای اجتماعی خودش از مسائل سیاسی و اقتصادی سرچشمه میگیره. به عنوان مثال ما اگر بخوایم راجع به کل تاریخ ادبیات حرف بزنیم در ایران، ایران ادبیاتش از نقاشی و مجسمه سازیش غنی تره و خط در ایران قوی تر هست. ما تنوع خط مثل خط نستعلیق، کوفی، شکسته و نسخ رو و چیزهای دیگه رو در فارسی داریم. اینها علتش این هست که فرهنگ غالب اسلامی اجازه نمیداده که نقاشی یا مجسمه سازی یا هنرهای تجسمی در ایران خیلی شکل بگیرن. به همین دلیل مردم بیشتر رو آوردن به اون چیزی که با نوشتن همراه بوده و هنر و اون ابراز درونی خودشون رو با نوشتن، حالا در قالب داستانها یا در قالب تنوع خط، بیشتر ابراز کردن. در هر حال اگر تقسیم بندی داشته باشیم، بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 ادبیات ما به ادبیات انقلاب برمیگرده که سال 57 تا تقریبا 59 قبل از شروع جنگ هست، که بعد از انقلاب اسلامی یک آزادی نسبی در جامعه به وجود میاد. یعنی کتبی که در زمان پهلوی اجازه چاپ نداشتن یا به نوعی چاپ شدن و سریعا جمع شدن، به یک باره بعد از انقلاب اینها اجازه چاپ و پخش گرفتن. از جمله این کتاب ها ما میتونیم به ترجمه دو اثر از آقای احمد شاملو که ترجمه کارهای فدریکو گارسیا لورکا هست، ایرما و عروسی خون اشاره کنیم که بلافاصله در سال 57 منتشر شد که هر دو بحثی انقلابی داره، و یا داستان کلیدر رو اسم ببریم که داستان بسیار معروفی هست از آقای دولت آبادی. کلیدر اولین جلد اون در سال 1357 چاپ شد. کلیدر داستان یک یاغی به گفته گروهی و یا یک انقلابی هست، شخصی به نام گل محمد، که در حقیقت گل محمد بنا به قضایای تاریخی که در منطقه بیحق و سبزوار رخ میده تبدیل به یک انقلابی میشه، وگرنه انگیزه های انقلاب کردن در این آدم نبوده. و داستان کلیدر این رو نشون میده که چگونه مسائل اجتماعی از یک آدم معمولی یک انقلابی میسازه. بفرمایید. البته راجع به خطا که گفتین، اون مسئله تابلو خط هم هست که واقعا یه هنر جدیده. بله. و بسیار زیبا می نویسن. و در مورد کتاب ها هم، خب در زمان شاه مثلا کتاب کاپیتال مارکس یا مثلا مانیفست اصلا در دسترس نبود، بعد از انقلاب خیلی اینا راحت چاپ شد و ما خوندیم و دیدیم که حالا مطلب خاصی هم نبود توش. یه مطلبی که برای من هست و میخواستم ببینم شما در بحثتون مطرح میشه یا نه، اینه که ما یک روانشادی داشتیم، جناب فتح اعظم، هوشمند فتح اعظم، که ایشون هم ادیب بودن هم شاعر بودن. 4 سال پیش سخنرانی داشتن و یه مطلبی رو مطرح کردن. گفتن که ما شعرهای 1000 سال پیش فارسی رو میخونیم و خیلی خوب اینا رو میفهمیم، ولی الان بسیاری از مقالاتی که توی کتاب‌ها و روزنامه‌ها نوشته میشه، خیلی از اینها لغت‌های جدیدی داره که ما نمی‌فهمیم که این لغت‌ها چیه. و من یه مقدار دقت کردم، دیدم که مثل اینکه یک نمی‌دونم میانبرهایی زده شده و بعضی‌ها اصلا زبان به خصوصی دارن. مثلا دیدم که یه چیزی از آقای نبوی پخش می‌شد
جالب بود به نظرم. میگفتش که یه چیزایی در فارسی میگه میشه ما معنیشو نمیفهمیم. مثلا طرف میگه دوستت دارم وحشتناک. خب این دوست داشتن چه دوست داشتنیه که وحشتناکه؟ یا مثلا میگه یه قهوه خوردم مرگ. اینا البته اصطلاحات جوانانه، ولی خب این چیزا وارد شد. البته منشأ اساسی اینها فرهنگستانه. فرهنگستان از یک گروه 35 نفره تشکیل میشه. الان این فرهنگستان سومه. در سال 1314 در زمان رضا شاه فرهنگستان درست میشه و خب 35 نفر از ادیبان، دانشمندان رشته های مختلف، اینها میخوان فارسی رو از زبان، از لغات خارجی پالایش بکنن و بعضی وقتا لغت های خیلی خوبی معمول میشه، گاهی هم یه لغت هایی میشه که ما باهاش آشنایی نداریم. من یه دوستی داشتم، ایشون موزیسین بود و برای من تعریف کرد که گفت من وقتی کلمه پیانو رو میشنوم چه احساسی به من دست میده و منو از کجا میاره به کجا. 10 دقیقه بر من توضیح میداد. میگفت حالا فرهنگستان میگه که ما به جای پیانو بگیم سیمدنگ و این یه مسئله به نظر من خنده‌داری میاد. میدونید من میخواستم از شما خواهش بکنم ببینم نظر شما راجع به این برنامه ها چی هست. آیا تو برنامه‌تون چیزی گنجوندین یا نه؟ والا اینکه شما میفرمایید، منم با خیلی از کلمات روبرو شدم که به نظر من خیلی خنده‌دار میاد. مثلا آخرین کلمه‌ای که من شنیدم کلمه خیشنداز هست برای سلفی. که اصلا سلفی با، خب شاید از نظر مفهومی دقیقا خیشنداز همون سلفی باشه، ولی اولین چیزی رو که برای من تداعی کرد خاکنداز بود. یعنی بعضی از کلمات انقدر یعنی فکر میکنم واقعا نامانوس هست و انقدر این عجیب و غریب هست که اصلا یعنی واقعا محتوای ساختاری و معنایی اون متن رو از بین میبره. بعد به نظر من یه مطلب دیگه ای که هست، ببینیم ما از زمان قدیم رادیو داشتیم، تلویزیون داشتیم، تلفن داشتیم، خب اینا اسمای خودشون بوده، اسمها هم ترجمه میشه. مثلا به فاکس میگن دورنگار. خب اینا واقعا اشکاله، نمیدونم من. حالا خیلی هاشا مثلا پیتزا رو میگن کشلغمه. آره. و اینا خب یه مطلبیه که یه مقداری نمیدونم جا نمیافته. البته من با یکی از دوستام که استاد دانشگاه در این مورد صحبت میکردم، میگفتن که معمولا فرهنگستان لغات جدید رو میذارن توی جامعه و میذارن چند ماه بگرده ببینن چطوری جا میافته. اگر جا افتاد اون وقت اون لغت رو میذارن، اگر جا نیفتاد ممکنه. بله. شما نظرتون اصولا راجع به این برنامه چیه؟ خب ببینید، اون چیزی که خود جوش باشه خود به خود در جامعه خودش رو خلق میکنه. یعنی مثل هر چیز دیگری که بنا به نیاز و احتیاج به وجود مثل میاد، مثل یارانه یا کارانه، خودش رو در جامعه جا میندازه. ولی واقعا خیلی چیزها تزریقی هست و اون چیزی که به ما نشون داده شده اینه که هیچ چیزی که جنبه تزریقی و زور داشته باشه نمیتونه با مردم رابطه برقرار کنه و اگر رابطه برقرار نکنه همون حالت دوگانگی به وجود میاد. و اینکه در مورد خط فرمودید که من فکر می‌کنم خط نقش اصلی رو در این وسط داره، از جمله اینکه من خودم وقتی مطلب می‌نویسم و برای آقای فرخ می‌فرستم، ایشون خیلی از نوشتن من ایراد میگیرن، میگن این یهی که تو بعد از کلمه میذاری یعنی چی؟ میگم خب ما اگر این یه رو توی مدرسه نمینوشتیم نمره دیکتمون میومد پایین. میگن این یه نیست، این همزه است. خب ما اصلا همزه نداشتیم. وقتی به این سادگی نوشتن فرق میکنه، به همون نسبت من برام خوندن نثرهای قدیمی مشکل تر میشه. وقتی مشکل بشه طبیعتاً خب من نمیتونم اون بخش رو بخونم که ادبیات کهن من بوده، ریشه های من بوده و بتونم ازش آگاهی داشته باشم و اصلا این نسل حاضر نمیتونه با نسل گذشته خودش ارتباطی داشته باشه. شاید یکی از مهمترین کارهایی که واقعا این فرهنگستان کرده قطع این ریشه ها بوده، چون میخواستن واقعا مردم
نتونن از محتویات قبلی آگاهی داشته باشن که الان هرچی جامعه بهشون تزریق میکنه توی ذهنشون فرو میشه، همون رو به عنوان تنها داده بپذیرن. میگم این نظر شخصی من هست، شاید واقعا مستدل نباشه، اما شما چند نفر از بچه های این نسل حاضر رو که در ایران، حالا نه کسانی که در اینجا هستن چون بچه های اینجا شرایطشون کاملا متفاوته، چند نفر رو شما میتونید داشته باشید که مثلا یک بچه 16 ساله بتونه مثنوی بخونه یا بتونه اشعار حافظ رو بخونه؟ من خودم واقعا در خوندن اشعار حافظ ضعیفم، در صورتی که هر دو فارسیه، ولی فارسی که در اون زمان نوشته شده و آموخته شده با فارسی که زمان ما بوده بسیار متفاوته. این دوگانگی شکاف عمیقی از نظر ادبیات و از نظر فرهنگی در ایران به وجود آورده. و بعد یه چیزی که بسیار معمول شد بعد از انقلاب اسلامی این هست که ما یک زبان ادبی داشتیم، یک زبان اسلنگ یا محاوره‌ای داشتیم، و بعد جز معدود کتاب‌هایی که به زبان محاوره‌ای، باز هم محاوره‌ای، نه توهین‌آمیز، نه در حقیقت کوچه خیابونی، در ادبیات بود، ولی بعد از انقلاب خیلی از چیزها اومد و نقش فحاشی و در حقیقت کوچه خیابونی به روزنامه ها، به ادبیات انتقال پیدا کرد. یعنی واقعا این آمیختگی شد. ما خیلی جاها در سرتیتر روزنامه ها، در قسمت های مختلف میبینیم کلماتی هست که شاید یک آدم فرهیخته و فرهنگی حتی در صحبت روزانش اون رو به کار نمیبره. خود شما حتما مثال های بسیاری از این رو دیدید. بله. در جاهای مختلف. برای ادامه بحثی که ما داشتیم، از سال 59 که جنگ ایران و عراق شروع شد، فصل تازه‌ای هم در ادبیات ما آغاز شد که من اسمش رو گذاشتم ادبیات جنگ. در ادبیات جنگ ما یک مجموعه داستان‌هایی داریم که مرتبط با حوادث جنگ هستند و نویسنده با دید خودش، حالا به صورت تاریخی یا استنباطی، اومده حوادث مربوط به جنگ رو تاریخ نویسی کرده، از به اصطلاح جامعه نوشته. یک بخش دیگری داریم که ادبیات دفاع مقدس هست که این دقیقاً یک ادبیات تزریقیه که صرفاً میخوان با ایدئولوژی خاص خودشون جهت خاصی به ذهنهای تازه و جوان جامعه بدن. و یک بخش دیگر هم داریم که کمتر کسی به این موضوع اشاره کرده، بحث مربوط به جنگ‌های داخلی ایران هست که حالا من دونه دونه اینا رو توضیح میدم. در مورد داستان‌های مرتبط با جنگ، شاید بهترین کار کتاب زمین سوخته باشه از آقای احمد محمود، که آقای احمد محمود برادرش در سوسنگرد شهید میشه و ایشون میره اونجا، برای حالا به هر دلیلی مجبور میشه بره اونجا و شخصا برادرش رو به تهران برگردونه. و بعد خودش در این کتاب زمین سوخته مینویسه که وقتی خبر کشته شدن برادرم در جنگ رو شنیدم، از تهران به جنوب رفتم، سوسنگرد و بعد هویزه و سپس اکثر مناطق جنگ رو دیدم. دلم تلمبار شد، دیدم این مردم چه مصیبتی رو تحمل می کنند، اما سایر مردم چه آرامند، چون تا تهران موشک نخورد ایران جنگ رو حس نکرد. و این یه واقعیتی بود در جامعه ما. در غرب ایران، در جنوب ایران جنگ بود، ولی در قسمت‌های دیگه، تهران، مشهد و شهرهای این طرف، اصلا مفهومی از جنگ حس نشد.
داستان‌های دفاع مقدس رو یک کتابی هست به نام دا که خانم سید زهرا حسینی نویسنده اصلی داستان هست. البته خانم اعظم حسینی این رو نوشته، چون سید زهرا بازگو کرده، بخش‌هایی رو نوشته و اعظم حسینی کتاب رو کامل کرده. دا در زبان کردی به مفهوم مادر هست و این خانم حسینی خودش از کردهای پهله زرین آباد ایلام بوده. این کتاب به این دلیل دا نوشته شده که خاطراتی از جنگ رو در خرمشهر مطرح میکنه و اشاراتی داره به نقش زنان و مسائلی که برای زنان در طی جنگ رخ داده و مقاومت زنان و مادران رو در اون دوره نشون میده، به خصوص در ایامی که خرمشهر در محاصره عراق قرار داشت. کتاب دیگری که از ادبیات مقدس میتونیم اسم ببریم کتاب من زنده ام هست که اثر معصومه آباده. خانم آباد خودش یکی از پرسنل یک یتیمخانه بوده در آبادان و زمانی که جنگ میشه در روزهای نخستین جنگ اینها بچه ها رو بر میدارن و میخوان به تبریز منتقل کنن و در میانه راه اسیر میشن و بعد این داستانی هست از 40 ماه اسارت این خانم. چیزی که میشه در حقیقت در مورد دفاع مقدس اسم برد این که درست خودش رو اومده و یک جوری به شکل فرزند ناتنی به خانواده ادبیات ایران چسبونده این هست که نویسنده های دفاع مقدس هر کدوم فقط یک کتاب دارن یا یک داستان، بنابراین ما اسم نویسنده رو روی این فرد نمیتونیم بذاریم، ولی بقیه بخش ها مثلا راجع به ادبیات جنگ احمد محمود خب یک نویسنده است، داستان‌های مختلف داره، یکی از داستان‌هاش داستان جنگ هست و میگم ادبیات دفاع مقدس صرفاً جنبه تزریقی داره. و بعد ما ادبیات دیگری رو در اینجا میبینیم که در سالهای بعد از 59 و جنگ شروع میشه که به عنوان مثال جنگی هست که جمهوری اسلامی و پاسداران با گروه‌های مختلف سیاسی در ایران داشتند. جنگ بین پاسداران انقلاب اسلامی با توده‌ای‌ها و از همه این جنگ‌ها بزرگتر با مجاهدین خلق. یکی از بهترین آثاری که در این زمینه وجود داره که من واقعا میتونم بگم شاید بهترین کتابی هست که من خوندم، کتاب فریدون سپسر داشت اثر عباس معروفی که این کتاب با قلم بسیار شیوا و نثری انتزاعی داستان یک در حقیقت فعال سیاسی اینجا مطرح میشه به نام مجید امانی، که مجید امانی جزو مجاهدین خلق بوده و در عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان شرکت داشته و بعد بنا به دلایلی از مجاهدین کنارگیری میکنه و بعد این آدم خودش دچار این وحشت بوده که هم با پاسداران انقلاب اسلامی در ستیز بوده، از اونا فرار میکرده و هم از مجاهدین خلق و این واقعا به نظر من یکی از شیواترین داستانهایی هستش که در این زمینه نوشته شده. اما بخش بسیار مهمی که در ادبیات جنگ شکل گرفت که بیشتر از قصه و رمان تونست جای خودش رو در بین مردم باز کنه فیلمنامه نویسی بود. فیلمنامه هایی که همه محتوای جنگ رو داشتن اما هر کدوم از یک نگاه به موضوع جنگ پرداختن. یک گروه حالت تهییجی و تشویقی داشتن برای اینکه مردم رو تحریک کنن که برن و بجنگن.
یک گروه دیگه به جنبه های روانشناسی پرداختند. گروهی از این داستان ها هستند که به روابط عاطفی که بین به اصطلاح سربازهایی که از یک منطقه به منطقه دیگر جنگی میرن با ساکنین اون منطقه پیش میاد، مثل اشک سرما که یکی از قشنگترین این فیلم ها هست که یک رابطه عاطفی بین یک سرباز وظیفه است با یک دختر کرد، یا فیلم مثلا کرخ تاراین هست که به موضوع شیمیایی شدن و موشک باران اشاره میکنه، یا فیلم هایی هستش که جنبه در حقیقت شوخی داره، جنبه فان داره، مثل اخراجی ها که به نوعی به تمسخر میگیره که یک از هر تیپ و گروهی به این جنگ میرن، از یک آدم خیلی خیلی لومپن کوچه خیابونی گرفته تا یه آدم که خیلی مثلا مقید بوده، و یا فیلم لیلی با من است که با بازی بسیار زیبای پرویز پرستویی بود. من یه توضیحی بدم راجع به این فیلم. بعد از اینکه جنگ تموم شد، برنامه هایی که در تلویزیون ایران اجرا می شد، بارها من شنیدم که می گفتن که درباره جنگ خیلی فیلم تهیه شد. در اکثر این فیلم ها هم ایران پیروزه و انگار نه انگار که عراقی ها کاری بودن، و البته خب اونها هم کلی ضرر زیان به این مملکت وارد کردن. اون برنامه های شیمیایی رو که ما داشتیم، یعنی عراقی ها به ایرانی ها حمله کردن، که هنوز عوارضش به شدت هست، و خیلی اینا فیلم های جدی و خلاصه بود. یعنی جنگی بود. آقای کمال تبریزی یک فیلمی تهیه کرد به نام لیلی با من است که من توصیه میکنم اگه این فیلم رو ندیدین این فیلم رو ببینید. آقای پرویز پرستویی در این فیلم یک نقش دوگانه داره. برای اینکه ما یه تیکه از فیلم رو میخواییم نشون بدیم براتون، برای اینکه آشنا بشیم، من توضیح میدم که این آقا داره خونش رو تعمیر میکنه، احتیاج به وام داره. هر جا میره وام بگیره بهش میگن جبهه رفتی، و این اجباراً تازه توی رادیو تلویزیون استخدام شده، تظاهر میکنه که من دوست دارم برم جبهه، و این نقش دوگانه رو خیلی قشنگ بازی میکنه که وقتی با رئیسش هست عاشق جبهه هست، رئیس هستم میگه تو من دیوانه کردی، چرا اینقدر ترمزت بریده، داری میری کجا؟ میری صبر کن، باید با هم بریم. تنها که میشه میگه خدای تو که میدونی من به خاطر نیاز اومدم جبهه. و این تناقضی که در این دو نقش هست خیلی جالبه و خیلی هنرمندانه. آقای پرستویی البته یکی از بهترین هنرمندان سینمای ایران هست. فیلم زیبای لیلی با من است به کارگردانی آقای کمال تبریزی، فیلمی بود که با بازی درخشان پرویز پرستویی یک دید تازه‌ای نسبت به دوران جنگ به بینندگانش داد. صادق مشکینی که آقای پرویز پرستویی نقششون رو ایفا میکنن، یک فیلم بردار تلویزیون هست و به خاطر اینکه خونه ناتموم خودش رو تموم بکنه، مجبوره که یک کاری رو شروع بکنه و یک فیلم مستندی میخواد بسازه از اسرای جنگی. به خاطر همین هم به منطقه سفر میکنه. صادق شبانه یک وصیتی رو تنظیم میکنه و فردا صبح عازم منطقه میشه با آقای کمالی. این چیه؟ من نمیخوام. ما اینجا کاری نمیکنیم که این مال رزمنده هاست آقای کمالی. این چه حرفی آقای مشکینی؟ اینجا همه باید پلاک داشته باشن، فرقی نمیکنه. در جبهه اتفاقات عجیب و غریبی رخ میده، چون که آقای صادق از جبهه میترسه و نمیخواد که وارد اون بشه، ولی رفته رفته خودش رو در جاهای دیگری پیدا میکنه. فکر میکردی چی شد؟ انجام بزن جلوتر از خط مقدم. بابا دمت گرم، دو پا میشم نازمان کردی. ای بلا ای
از همون ابتدای فیلم متوجه میشیم که این فیلم یک فیلم کمدی هست و یک کمی متفاوت با فیلم های دیگر جنگی که ما دیدیم. به خاطر همین هم این فیلم خیلی محبوب شد بین همه افراد و شاید بگم من خودم چندین بار این فیلم رو توی سینما دیدم و واقعا لذت می‌بردم از اینکه هم صحنه‌های خیلی عالی داشت، از اینکه مردم به خاطر کشورشون می‌جنگیدن. واقعا اونجا آدم احساس می‌کرد که افراد با چه غیرتی دارن میرن و دفاع می‌کنن از کشورشون، و هم اینکه صحنه‌هایی داشت که آدم رو به خنده وامی‌ذاشت و در پس تمامی این بی‌رحمی‌های جنگ ولی باز قلب ما شاد می‌کرد، چون که یک شخصی رو می‌دیدیم که با ترس‌های عجیب و غریب روبرو بود. ولی در آخر خب چیزهای زیادی رو از این فیلم ما یاد گرفتیم و ما رو تا به آخر فیلم دنبال خودش کشون که بالاخره این آقای صادق مشکینی سر از کجا در میاره. و آخرش ما رو کجا میخوای ببریم؟ نبود خط مقدر چه میدونم؟ ببر هرچون دلت میخواد ببر. یه این دوبیل من خوی چه کار داری میکنی؟